پیشروی داعش رو بپرسیم در عراق و سوریه. اول بپردازیم به موقعیت سوریه، نبرد در کدام مناطق سوریه و احتمالاً بین چه گروه‌هایی شدیدتر، ضمن اینکه به تقابل و اختلافاتی که میان گروه جبهه النصره و گروه داعش یا خلافت اسلامی وجود داره اشاره می‌کنید؟ بله، در سوریه امروز گویا شدیدترین حملات هوایی رو نیروهای ارتشی، نیروهای دولتی علیه پایگاه‌های دولت اسلامی در عرقه، در شهر عرقه و استان عرقه در حقیقت انجام دادن. گویا 41 حمله انجام شده، 36 حمله علیه اسلامی‌ها بوده و 5 حمله علیه گروه‌های دیگه بوده. درگیری‌های دیگری در استان دیرزور هست. استان دیرزور به این علت مهمه که مناطق نفتی هست و بین نیروهای متفاوت مخالفین، یعنی از یک طرف جبهه النصره و از طرف دیگه ارتش آزاد و دولت اسلامی، اختلاف بوده بر سر کنترل منابع نفتی اونجا. اونجا هم درگیری وجود داشته، نیروهای دولتی هم دخالت داشتن. در شمال حلب چندین روز هست که جنگ و زد و خورد بین نیروهای دولت اسلامی و بعضی از گروه‌های کرد سوری بر سر تصرف و تسلط چندین آبادی و دهات صورت گرفته. گویا در بعضی از این مناطق جبهه النصره قبلا تسلط داشته و به دولت اسلامی واگذار کرده. این خلاصه اون چیزی است که در این روزها در سوریه در حال اتفاقه. ممنونم آقای وطنخواه. آیا دامنه پیشروی نیروهای خلافت اسلامی در سوریه قابل پیش بینی هست و اساسا نحوه پیشروی این نیروها آیا مرزبندی خاصی رو رقم خواهد زد یا نه؟ ببینید، تو این یه سال و نیم دو سال اخیر میشه گفت که دولت آقای اسد در سوریه اصلا اهمیتی زیاد به مناطق شرق سوریه نداره، نظره به اینا حمله نظامی رو انجام بکنن. اینا تمرکزشون روی پایتخت و قسمت‌های ساحلی بوده. اینی که آقای سرزاده الان برامون توضیح دادن خیلی چیز جالبیه و سوال بزرگی اینجا پیش میاد اینه که چقدر این معناش به این است که دولت آقای اسد در دمشق فکر میکنه تحولات در عراق و اینی که الان دولت اسلامی در عراق زیر فشار هستن یک، به قول معروف، یه پنجره، یه دونه window of opportunity، یه موقعیت خوبیه که ایشون بخوان عملیات‌های خودشون رو افزایش بدن در شرق سوریه. همونجوری که گفتم، چون در این یک دو سال اخیر زیاد در این روی مناطق زیاد تمرکزی نبوده و اگه بتونم خلاصه بگم تصرف چه گروهایی هست مناطق شرق سوریه که شما الان اشاره میکنید؟ تا اونجایی که من میدونم جبهه نصرت بیشتر، یعنی جبهه آزاد و جبهه نصرت بیشتر تلاشای دولت اسد رو اون دو گروه بوده. دولت اسلامی زیاد تا اونجایی که من خبر دارم زیاد رژیم سوریه روشون عملیات‌های ضد اونها انجام زیاد نمیدادن و البته اگه بخوام بخونیم کسایی هستن در خاورمیانه که به این عقیده هستن که اصلا دولت اسلامی تا یه چیز برای رژیم اسد خوب بوده، چون چهره اپوزیسیون سوریه رو خراب نشون میده. ولی در کل باید گفت هیچ شکی توش نیست که الان تحولاتی که در عراق داره انجام میفته و انجام شده یک واکنشای در سوریه هم خواهد نشون از خودش داد. حالا باید ببینیم چه واکنشایی و دراز مدت خواهم بود یا نه. و آقای شرفی، از شما بپرسیم تهدید نیروهای خلافت اسلامی در سوریه برای کدام کشورهای همسایه جدیتر و خطرناکتر؟ به نظر میرسه که نیروهای خلافت اسلامی در مناطق سنی نشین سریعتر و برقاساتر نفوذ میکنن و ضمن اینکه برای ما خواهید گفت کردهای سوریه در چه شرایطی در مواجهه با نیروهای داعش قرار دارن؟ خیلی متشکرم. کاملا درست میفرمایید، گروه تروریستی دولت اسلامی وقتی داعش خونده میشد که برنامه‌اش مبارزه با حکومت‌های فعلی سوریه و عراق بوده و تصرف این دو کشور تحت عنوان دولت اسلامی، بنابراین مسلماً خطرش برای سوریه و فعلاً برای عراق بیشتر از کشورهای دیگر هم هست. اما چرا داعش یا دولت اسلامی در سوریه کمتر اما در عراق سریعتر پیشروی کرده؟ دلیلش اینه که این دولت اسلامی در سوریه خودش به عنوان یک واحد عمل میکنه، در مقابل اون اپوزیسیون دولت بشار اسد وجود داره، خود ارتش سوریه وجود داره، کردها هستن و
نصره هست. اینها همه جی هر کدام جداگانه بدون اینکه وحدت و همکاری یا همپیمانی با هم داشته باشند جداگانه عمل میکنند. در این صورت برای دولت اسلامی پیشرفت‌های ملموس و قابل توجه غیر متصور هست. ببینید اینکه اشاره فرمودید که با دولت بشار اسد هم چون این حساسیتی ایجاد نکرده که به طور جدی اونگونه که با دیگر گروه‌ها بمباران میکنه سرکوب میکنه با دولت اسلامی چون این حرکت شدیدی انجام میده. اما چرا در عراق؟ در عراق درست است که دولت اسلامی یا همون داعش که گفته میشد اون در عراق تنها نیست، نقشبندی ها هستند، پسمانده های رژیم سابق بعث هستند، سران عشایر عرب سنی هستند که از دولت آقای مالشی و حکومت مرکزی ناراحت بودن، ناراضی بودن. بنابراین اینها در عراق ضمن اینکه به لحاظ سیاسی و تفکر ممکنه تفاوتهایی داشته باشند و حتی از عملکرد اون که دولت اسلامی نامیده میشه شایدم انتقاد داشته باشند، ولی عملا در مقابل دولت مرکزی و در جنگ با اقلیم کردستان نوعی همپیمانی و اتحاد دارن. بنابراین اون چی چه در مست و تکری استان صلاح الدین و دیگر مناطق دیگر عراق اتفاق افتاد، میبینیم که همه اینها علارغم اختلافاتشون با هم متحدن علیه دولت عراق. اما چیزی که در واقع در اون منطقه بیگانی بوده خود ارتش عراق بود.